سلام، در آدین روز زیربنا هستید و باز هم با تعدادی از گزارش های تازه اقتصادی که در طول هفته اتفاق افتاده است در خدمت شما هستم. جمعه روز مسئولان برق بغلان ادعا می کنند توانستند از ضایعات برق این ولایت بکاهند. گزارشی در این مورد داریم که همکارانم باز پخش می کنند. مسئولان ریاست برق بغلان می گویند توانستند از ضایعات برق در این ولایت جلوگیری نمایند. به گفته آنان عواید سه ماه گذشته این اداره نیز نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل بیش از 20 میلیون افغانی افزایش را نشان می دهد. نسبت به سال بیشتر از 20 میلیون تزیید نشان می دهد. یعنی ما پارسال در ربع اول سال 1393 ما کمتر از 80 میلیون به دست آورده بودیم، اما حالا بالاتر از 100 میلیون افغانی است که جمع آوری کردیم. آقای حیدر می گوید استفاده غیر قانونی از برق و ظرفیت کمی انرژی در بغلان از مشکلات عمده بوده که برای حل آن کار جریان دارد. 15.5 مگاوات است، اما ما ضرورت داریم همی فعلا 28 مگاوات. کلانترین چالش همی است فعلا که ما که همین قسم من پیشتر در صحبتم گفتم که زیاد کار صورت گرفته که چالش ها سر رای ما برداشته شده، چنانچه نتیجهش هم تا دو سه ماه آینده را معلوم خواهد شد. بغلان بانک دو بند برق دارد، از برق وارداتی هم استفاده می کند، اما بر اثر استهلاک این بندهای برق 40% پرچوی برق بالای خانواده ها و مشتریان نیز وضع شده است. اگر ناامنی گراف بالا رونده اش را همچنان ادامه دهد، افغانستان شاهد کشت و ترافیک بیشتر مواد مخدر خواهد بود. به بازپخش گزارش توجه کنید. بانک ده ها کشور همپیمان افغانستان از 14 سال بدین سو در امر مبارزه با عرص افغانی و مواد مخدر دست دوستی با افغان ها دادند، اما گراف تولید و ضرر این مواد انسانکش نسبت به هر سال رو به صعود است. امسال نیز با توجه به پهن شدن دامنه ناامنی ها در بخش های گوناگون افغانستان، گواه کشت مواد مخدر به گونه روزافزونان خواهیم بود. اگر ناامنی زیاد شوه، متاسفانه که سال 2015 که امسال هست، امسال یک سال خیلی بده برای مواد مخدر خواهد بود. کنون که بخشهای از شمال افغانستان را گروهای عرص افغان تهدید می کنند و عملا با نظامیان افغان درگیر جنگ و نبردند، سبب شده است که کشت و تولید مواد مخدر در برخی از ولسوالی ها از سر گرفته شود. ولایت فاریاب هم در جمله ولایت صفر بودند کشت مواد مخدر. در سال جاری و سال آماری که اونا از طرف وزارت صحت و نهادهای نظارت می کنند، متاسفانه از صفر خارج شده. در همین حال وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ناامنی ها میکنیزه نشدن محصولات زراعتی و علل های منطقه‌ای را سبب کشت و تولید مواد مخدر می دانند و نیز نگران وضعیتند. احتمالش میره که ما در ولسوالی ها و ولایت دیگی هم که ناامن شده به نحوی کوکنار کشت شده، اما از طرف ما در ولایتی که فعلا تحت کشت کوکنار است اینا را کوشش میشه که کنترل شده و برنامه های متعددی که فعلا زیر دست است. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در 132 ولسوالی افغانستان مواد مخدر ضرر می شود که در 10 ولسوالی ولایت های قندهار، هلمند، فراه و نیمروز بیشتر از 50% این مواد کشت می شود. عدم حمایت دولت و تلاش سرمایه‌گذاران پاکستانی برای جلب توجه قالین بافان افغان باعث شده است تا این صنعت پایبست و پاکستان منتقل شود. گزارشی در این مورد داریم که بازپخش می کنیم. عدم حمایت دولت، تلاش سرمایه‌داران پاکستانی برای جلب توجه قالین بافان افغان سبب شده تا تولید و صادرات قالین افغانی با مشکلات جدی روبرو گردد.
قالین بافان میگویند در 13 سال گذشته توجه چندانی به صنعت قالین صورت نگرفته است. به همین دلیل قالین دست بافت افغانی به پاکستان فرستاده می شود و در آنجا شستشو و قیچی شده و به نام پاکستان به بازارهای جهان فرستاده می شود. دولت پشتیبانی نمی کنه. دولت زمینه را مساعد ساخته که کالای افغانستان به شکل نیمه خام بره به پاکستان و از اونجا پروسس شوه و از اونجا به نام میدن پاکستان یا به نام ساخت پاکستان صادر میشه، که ما پیشنهاد داریم برای دولت که جلو از ایره بگیره. نبود قرضه برای صنعتکاران قالین، مشکلات ویزا برای تجار قالین، نبود زمین برای ایجاد کارگاه‌ها و عدم همکاری دولت در ایجاد نمایندگی‌های فعال در بازارهای جهان از مشکل‌های قالین بافان افغان خوانده می‌شود. از سوی هم آگاهان علم اقتصاد به این باورند اگر صنعت قالین در کشور حمایت نشود این صنعت به رکود مواجه خواهد شد. شما اگر چین مکمایه نکنید باز هم صنایع ما شما حرکت خواهد که به طرف یک کشورهای دیگه و کشورهای دیگه مانند مزدور ما را نگاه خواهد کرد و تولیدات ما به دست افغانی، تولیدات پاکستانی خواهد بود، به دست افغانی تولیدات ایرانی خواهد بود، به دست افغانی تولید تاجیکی، ازبکی و ترکمنی خواهد بود. و این یکی از بدترین حرکات است که ما مدرکت بالای مردم از طریق قدم مدیریت تعمیل میکنه. با آنکه در بیشتر از یک دهه گذشته توجه لازم برای صنعت قالین صورت نگرفته، اما در این مدت قالین افغانی توانسته در نمایشگاه‌های مختلف جهان به نمایش گذاشته شود و جایزه‌های بزرگ جهانی را کسب کند. همکنون نیز 25 تاجر قالین در چین هستند و قرار است قالین افغانی را در چند نمایشگاه به نمایش بگذارند. در این مورد خواستیم نظر وزارت تجارت را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. شنبه، تاکستان‌های انگور کشور در شمال بیش از 15 نوع انگور تولید می‌کند و افزایش این محصول تا 40% گفته شده است. گزارشی در این مورد داریم که همکارانم بازپخش می‌کنند. تاکستان‌های انگور در شمال کشور نزدیک به 15 نوع انگور را تولید می‌کند که بیشتر آن برای فروش به پایتخت و همچنان کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود. کاتب شمس، رئیس زراعت و آبیاری در شمال، از رشد صنعت باغداری در شمال خبر داده می‌گوید با ایجاد تاکستان‌های جدید میزان حاصلات انگور نیز تا 40% افزایش یافته است. نظر به پیش‌بینی‌ها و تقاضایی را که باغدارا از ما انجام می‌دهند، ما در حدود بیش از 10 کشمش‌خانه فعلاً ساختمان شده یا زیر ساختمان قرار دارد. پس نتیجه ایش است که باید سطح حاصلات بالا باشد تا که باغدارای ما ضرورت احساس می‌کنند به کشمش‌خانه. در همین حال فهیم جباری، مسئول پروژه ملی و باغداری در زون شمال، می‌گوید امسال نسبت به سالهای گذشته حاصلات انگور قناعت بخش بوده و در بیش از 7000 جریب زمین در شمال کشور تاکستان‌های انگور ایجاد شده است. امسال ما می‌تونیم بگوییم که در زون شمال کشور می‌تونیم که سال انگور بنامیم. حاصلات انگور بی‌نهایت خوب هست. توافق محیطی یا توافق انگور در زون شمال بسیار بالا هست، بسیار خوب هست. این در حال است که به گفته مسئولان ریاست زراعت بلخ در چند سال گذشته در مساحت بیش از 50000 جریب زمین در زون شمال باغ‌های جدید اعداد شده و امسال نیز در نظر است تا در ساحه بیش از 4000 جریب زمین زراعتی در زون شمال باغ‌های جدید اعداد شود. امسال حاصلات زراعتی گلخانه‌ای در ولایت فراه به سابقه بوده است. با بازپخش این گزارش توجه کنید. امسال حاصلات زراعتی گلخانه‌ای در فراه به سابقه بوده است. رئیس زراعت و مالداری ولایت فراه با آریانا نیوز میگوید تنها حاصلات گلخانه‌ای بادرنگ و بادنجان رومی امسال به طور روزانه به 800 تن میرسد که بیشترین آن به ولایات دیگر و یا هم خارج از کشور صادر میگردند. به گفته وی امسال در بیش از 1650 جریب زمین زراعتی بادرنگ و بادنجان رومی در گلخانه های سبز کش گردیده است. ورزنه محصول یعنی در رومیان و در بادرنگ در دوارو لاچی بالاتر تقریبا 90% بادرنگ و 60% رومیان کرل کیجی. ورزنه حاصلات مو اتا سور چونه ترسیده چی دا یو غط او یو وسیع اندازه در. رئیس زراعت و مالداری فرا می افزاید سکتور خصوصی بیشتر از 20 میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری کرده است. پدی صنعت که حدوداً بالاتر تر 40 تر 20 میلیون دلار سرمایه گذاری شده. چه بالاتر از سرمایه گذاری زموش خصوصی سکتور کرده
زموج دیاقینو کرده و زموج خلقو کرده. در همین حال رئیس اتحادیه دیاقین فرا هرچند از حاصلات خوب زراعتی خرسند است، اما میگوید بیشترین اوقات واردات زراعتی کشور پاکستان بازار فروش را متوقف میسازد. پاکستانی بادرنگ رادی زموج بازارو نگر خراب کرده. من داشتی وقت رادی زموج کیلو 500 روپیه ورکو. دا 500 روپیه جدی دا گلخانه والا مصرف نجوره. کارشناسان اقتصادی بدین باورند که اگر برای دیاقین فرا آب زراعتی و جهت نگهداشت محصولات زراعتی سردخانه ها فراهم گردد، محصولات زراعتی ولایت فرا در تمام کشور بی سابقه خواهند شد. وجود 8000 کودک خیابانی و بی سرپرست در هرات گزارش مهم است. با بازپخشان توجه کنید. نگرانی ها از گرفتاری نسل آینده با مشکلات گوناگون هر روز بیشتر شده می رود. بر اساس تحقیقی که در سال 2012 میلادی در هرات صورت گرفته، نزدیک به 8000 کودک خیابانی در آن زمان در این ولایت وجود داشته که حالا این آمار بلندتر رفته است. مسئولان اداره کار و امور اجتماعی هرات نگران این هستند که شماری از کودکان بی سرپرست به بهانه کار به خارج از کشور قاچاق می شوند. مسئول بخش اطفال این اداره می گوید بر علاوه شماری از کودکان بی سرپرست در زمان قاچاق در بین راه جان خود را از دست می دهند و یا در خارج از کشور معتاد به مواد مخدر می شود. متاسفانه بعضی از آمارهای دیده می شه که در افغانستان وجود داره این قضیه طفلا قاچاق می شن، در کشورهای همسایه بهانه کار برده می شن، در بین راه تلف می شن یا در مقصد که می رسن اونجا طفلا معتاد به مواد مخدر می گردن. متاسفانه بگیم نگرانی شبکه حفاظت طفل یا ریاست کار امور اجتماعی نگرانی از نام همیشه همراه مؤسسات همراه مقام های بالاتر شریک ساخته میشه که ما به زی وضعیت واقعا طفلایی که امروز داریم وضعیت از روز به روز خرابتر شده میره. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات هم موضوع سوء استفاده از کودکان را نگران کننده میخوانند. مسئول بخش اطفال این کمیسیون میگوید کودکان خیابانی بی سرپرست توسط قاچاقچیان به کشورهای همسایه قاچاق می شوند و در آنجا مورد سوء استفاده قرار می گیرند. عبدالعظیم اکید می گوید گروه های مخالف مسلح دولت هم از این کودکان استفاده سوء می کنند. ما موارد زیاد داریم که اطفال مورد آزار و اذیت جنسی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، در مسیر راه قرار گرفته و فعلا که بانده های تبرکار در داخل ایران که اطفال اختطاف میکنن و از خود از اونا رو پیش خود نگاه میدارن و از خانواده از اونا پول میخوان. هر چی که دارم از اونا میگیرن و از اون بعد اگه اینقدر پول اینقدر چند میلیون تومان اگه ما داریم خوب از نداریم ما به چشم میکشیم. با این همه مسئولان اداره کار و امور اجتماعی هرات میگویند به دلیل نبود بودجه در این بخش نمیتوانند کودکان خیابانی را جمع آوری کنند. مسئول بخش اطفال این اداره تاکید دارد که به همکاری برخی مؤسسات خارجی در قسمت ضررهای کار کودکان هر از گاهی برای والدین و شهروندان اطلاع رسانی میکنند. با وجودی که صدمات موسمی به کشتارهای گندم در ولایت کندوز وارد شده است، اما گراف افزایش این فراورده را نشان می دهد. با گزارشی که در این مورد داشتیم و بازپخش می کنیم توجه کنیم. اداره زراعت ولایت کندوز نگاه خوشبینانه ای به افزایش فراورده های زراعتی نسبت به سال گذشته در این ولایت دارد. به گفته مسئولان این اداره، هرچند صدمات موسمی به کشتارهای گندم در این ولایت وارد شده، اما میزان حاصلات نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته است. گندم تولیدی ولایت ما برای مصرف داخلی خودش ولایت و ولایت همجوار هم صادر میشه که فعلا نرخ گندم که ما قراره که ارزیابی کنیم در حدود 120-125 تا 130 افغانی است و دیاقین ما میفهمیم که به این قیمت وقتی که با بازار به عرضه میکنن و فروش میرسن متضرر میشن. در همین حال دهقانان این ولایت میگویند قیمت فراورده های زراعتیشان در بازار نظر به زحمتی که در طول سال میکشند قناعت بخش نیست. این سال فضل خدا از گندم ها خیلی خوب شده است. باید ما تقاضا داریم از دولت خود برای ما کمک کنند که امی گندم ما با نرخی بلند سودا شوه. خواهش ما است که امی حکومت امی گندم ما را در صحیح نرخ بگیره. او علی ما 120 را پس سودا کنیم دمان نقصان است. فایده نیست. مقامات که بگر برای ما مردم اینجا کمک کنه در حساب زراعت دیقانا بیادر کمک کنه که دیگه هم نداری اصلی از جا با صحیح قیمت صحیح سودا شوه.
همچنان شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز میگویند اگر ناامنی در این ولایت تا یک ماه دیگر ادامه پیدا کند، همه دار و ندار زراعتی این ولایت از بین خواهد رفت. تمام مردم زارین ولسوالی چاردر در شورای ولایتی پیش نمایندهاشان آمدند، گفتند ما فقط در بین جنگ هستیم، همه چیز ما در حالت تلف شدن است. بالاخره نه این برنامه که نظامی ها دارند، نه پیشروی میکنند که ساحه را در تصرف خود بگیرند، نه هم میگذارند که ما با زندگی عادی خود مشغول باشیم. کشت قلجات در ولایت کندوز بخش مهم زراعت این ولایت را تشکیل میدهد، اما دیده میشود بستر ناامنی در این ولایت اکثر زمین های زراعتی را آسیب رسانده است. یک شنبه، مسئولان زراعت در زون شمال کشور میگویند که حاصلات بادام در ولایت بلخ، سمنگان و کندوز امسال 20% افزایش داشته است. با گزارشی که در این مورد داریم و بازپخش میکنیم توجه کنید. کاتب شمس، رئیس زراعت و آبیاری در زون شمال میگوید حاصلات بادام در ولایت بلخ، سمنگان و کندوز امسال 20% افزایش را نشان می‌دهد و اضافه کرد که خاک و هوای این سه ولایت برای نمو درختان بادام مساعد بوده و باغداران این ولایت در پرورش آن مهارت خاص دارند. در قسمت زیاد حاصلات بادام و دیگر میوه‌جات امسال چون محصول باغات ارتباط به اقلیم می‌گیره و اکثرا سالهایی که ماهای هوت و حمل یک بندی شدید داشته باشه، چنانچه 3 سال قبل به همین منوال بود، اکثرا سردرختی ها در زمانی که گل میکنند از بین میرن. اما الحمدلله امسال که سال گذشته سال 93 سال زراعت میشه، از ماه میزان تا ماه میزان سال بعدی آغاز شروع و ختم میشه، یک سال خوبی زراعتی است. در همین حال فهیم جباری، مسئول پروژه ملی باغداری در زون شمال، میگوید بیش از 30,000 جریب زمین در زون شمال به باغ‌های بادام اختصاص دارد و در سال جاری بیش از 7,000 جریب زمین باغ جدید برای بادام ایجاد خواهد شد. و تا اکنون در حدود 7,000 جریب باغ جدید بادام در زون شمال کشور جدیداً ایجاد شده و بیشتر از 30,000 جریب باغ جدید باغ سابقه بادام که تحت برنامه احیای مجدد هست، تحت پوشش برنامه پروژه ملی باغداری مالداری قرار دارند. باغداری در شمال به یک رقابت سالم میان مردم مبدل شده و امروزه بر علاوه زمین‌های آبی، مردم حتی در زمین‌های للمی نیز نهال‌های بادام را غرس کردند، زیرا درخت بادام در مقابل کم آبی از مقاومت خوب برخوردار می‌باشد. دومین محموله کمک مواد غذایی بنیاد بیات برای ده‌ها خانواده فقیر در غرب کابل رسید. با بازپخش گزارش توجه کنید. دومین محموله کمک مواد غذایی بنیاد بیات برای ده‌ها خانواده فقیر در غرب کابل رسید. کمک هایی که شامل آرد، برنج، ماکرونی و دیگر مواد اولیه خوراکی می شود. این خانواده ها با خرسندی از این یاری بنیاد بیات خواهان همکاری دیگر توانمندان می باشند. هیچ کمک نکرده به ما کس، کمک نکرده. هیچ ما اینمی حالی اینمی کمک اتیم دیگه کمک نداد. تقیق توقع تا چیز مثل خدا یار زیاد بیدیه که داریم این طبقه غریب کمک کنه. تقاضا دارم که مرا کمک بیدیم، من مرتکم یک پیر رو روزگار ندارم. بنیاد بیاد تأکید دارد که این کمک ها به تمام ولایت های کشور خواهد رسید و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد. بنیاد بیات طبق روال هر سال در ماه مبارک رمضان به خاطر بیجا شدگان و بی سرپرستان یک مقدار مواد غذایی یا کمک میکنه که امسال هم پروژه خود شروع کردیم و در شهر کابل و امروز هم در غرب کابل یک مقدار مواد غذایی برای اقتدار فامیل آوردیم. بیات بنیاد بیال خیر اخبال دمرست پروگرامون پیل کردیم در افغانستان بزین ولایات و مرکزی نقاط که به وزلا، به کورا، به زایشوی و مهاجرون سلام رسته او که او دا پاقا شرایط که چه نریوال محسیم رسته کمی شویدی او زمان دا افغانستان به دولت کم کافی اقتصادی قوات مرسته پار نشته. بنیاد بیات از آغاز تأسیس تا کنون در کنار تلاش های عمرانی در افغانستان و دیگر امداد رسانی های بشر دوستانش هر سال در ماه رمضان به صدها خانواده فقیر در کابل و دیگر ولایت های کشور کمک می کند.
یونایتد بانک پاکستان ظاهراً حاضر به پرداخت قرضه 31 میلیون کلداری پشتنه بانک افغانستان نیست. به بازبخش گزارش توجه کنید. به اساس گزارش ها پشتنی بانک افغانستان 8 سال پیش 31 میلیون کلدار پاکستانی را با 11% مفاد سالانه به یونایتد بانک پاکستان داده بود. با این حال وزارت مالی افغانستان میگوید پاکستان باید این مبلغ را یک سال پیش هم را با مفاد پرداخت میکرد، اما هنوز هم بدهکار است. با وزارت خارجه افغانستان در تماس هستیم و همکاری از اونا نیاز داریم تا به همکاری از اونا ما بتانیم با بانک مرکزی پاکستان در تماس شویم و پول دوباره به افغانستان انتقال صورت بگیره. با این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید تا اکنون در این مورد آگاهی ندارند، اگر رسما اطلاع دریافت کنند اقدام خواهند کرد. این مکتوب تا به حال وزارت امور خارجه دریافت نکرده. وزارت امور خارجه به زودی در زمینه وارد اقدام خواهد شد. اما برخی از آگاهان اقتصادی این روند را نگران کننده میدانند. تصمیمی که گرفته شده روی تصمیم اقتصادی نبوده که افغانستان در سطح بوده باشه که ما بتانیم با بانک های دیگه قرض بدیم. خواستیم روی این موضوع نظر پشتنی بانک را هم داشته باشیم، ولی هیچ یک از مسئولین برای پاسخگویی ما حاضر نشدند. نبیله حفیظی، آریانا نیوز، کابل. سه‌شنبه بافت قالین و گلیم که توسط زنان در ولایت های بلخ، جوزجان، فریاب و سرپل می شود و کارخانه‌ای که به ارزش 2 میلیون دلار برای شستشو، تکان و قیچی آن وجود دارد. گزارش جالبی است و بازپخشان توجه کنید. این قالین و گلیم توسط خانم های افغان در ولایت های بلخ، جوزجان، فریاب و سرپل بافت شده و به این کارخانه جهت شستشو، تکان، قیچی و کش آورده شده است. مسئولان کارخانه میگویند مدت یک سال می شود با هزینه بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی آغاز به کار کردند و مشکلات قالین بافان شمال را مرفوع ساختند. آنان میگویند در گذشته به خاطر نبود چنین کارخانه در داخل کشور، قالین افغانستان به خاطر شستشو، قیچی و تکان به پاکستان فرستاده شده و به نام آن کشور به کشورهای اروپایی صادر می شد که یک ضربه بزرگ در اقتصاد کشور بود. و گفته محب الله رحمان قل، مسئول کارخانه، در طی یک سال گذشته بیش از 45 هزار متر مربع قالین از ولایت بلخ با مارک افغانستان به کشورهای ایتالیا، سوئیس و امریکا صادر شده و در حال حاضر زمینه کار برای 4000 خانواده در 4 ولایت شمال و بیش از 50 تن در خود کارخانه فراهم شده است. تولیدات ما در ولایت فاریاب است، در ولایت جوزجان است، در ولایت بلخ است. ما موادش آماده میکنیم، رنگ میکنیم، نقشه دیزاین کلش در کارخانه ایجاد آماده میکنیم و برای فامیلا ما نماینده داریم، در شهر نماینده داریم که باز برای اونا ما مال روان مواد روان کرده، باز اونا برای فامیلا توزیع میکنن. شمار از افرادی که در بخش های مختلف در این کارخانه مطروف فعالیت هستند میگویند در گذشته با زحمات زیاد یک قالین را بافت مینمودند، اما به نام پاکستان به خارج صادر میشد. حالا خوشحالند که چون این کارخانه فعال شده و قالین کشور با نام افغانستان صادر می شود. اول خود دیر خوشحال است چه بیر تخبل را لو خبلم کاروبار سو مخی چه پاکستان که من کار کهو نو پا کار با من که خبل اغوانانو نو سٹیکر با پی میدل پاکستان لگیده. پشتی ما می کارخانه که اینجا می چلا روزگار ما می چلا یک چند نپ چل نپر یا پنجا نپر کار میکنه. سابق پاکستان کار میکنیم، مالک خوش هستیم در افغانستان و وطن ما کار میکنیم. در همین حال ریاست تجارت و صنایع بلخ میگوید در آینده نزدیک یک تفاهم نامه میان اتحادیه قالین بافان و یکی از شرکت های هوایی امضا خواهد شد تا تجار ملی بتوانند به صورت آسان از طریق میدان هوایی بین المللی مولانا قالین را به کشورهای اروپایی صادر نمایند. موجودیت خط آهن در شمال افغانستان خصوصا در بلخ، موجودیت میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در بلخ خودی یک پل ارتباط بین بلخ و اروپا است. نبود برق یکی از جدی‌ترین مشکلات در بخش سرمایه گذاری ها و کارخانه های صنعتی است. کارخانه داران بلخ میگویند که زمینه سرمایه گذاری در این ولایت مناسب است و سرمایه داران میخواهند که در بخش های مختلف در این ولایت سرمایه گذاری کنند.
این بود آدینه روز این هفته که خدمت شما تقدیم گردید. تا آدینه روز بعدی و گزارش های که در طول هفته اتفاق می افتد و خدمت شما ارائه خواهم کرد، شما را به خداوند می سپارم. بدرود.